سلامی به وسعت دریا و زیبایی آسمان، سلامی به بوی خوش نسیم یک صبح بارانی. خوش اومدید به پنجمین قسمت برنامه رنگ زندگی. بازم یه هفته دیگه مهمون خونه های شما هستیم. امروز میخوایم در رابطه با موضوعات جالبی صحبت کنیم، پس مثل همیشه با ما همراه باشید. بارداری یکی از مهمترین مراحل زندگی هر زنی به حساب میاد و هیچ مادری دلش نمیخواد کوچکترین آسیب به جنینش برسونه. اما چیزی که خیلی به اون توجه نمیشه اضافه وزن دوران بارداریه. دلیلش هم اینه که مادرها فکر میکنن از الان که باردارن باید وعده های غذاییشون رو به اندازه دو نفر اضافه کنن. اما متخصصان به این نتیجه رسیدن اینکه یه خانم الان بارداره نمیتونه دلیل خوبی باشه که از این به بعد با خیال راحت به جای دو نفر وعده های غذاییش رو اضافه کنه. همین اضافه کردن وعده های غذایی و چاقی دوران بارداری میتونه تأثیرات برگشت ناپذیری به جنین برسونه و این نوزادان در دوران کودکی و نوجوانی با مشکلات متفاوتی مواجه خواهند شد. و از طرف دیگر مادرانی که اضافه وزن دارن یا در دوران بارداری وزنشون یهو بالا میره، نوزادانی که از اونها متولد میشه سطح ضریب هوشیشون میتونه حتی تا 5 پوینت از نوزادان مادران نرمال هم کمتر باشه. اما شاید برای شما هم جای سوال باشه چه مقدار کالری در روز برای مادران در دوران شیردهی و بارداری لازمه. در چارت غذایی که متخصصان در این زمینه مطرح کردن نشون دادن اصلا لازم نیست تا 6 ماه اول بارداری مقدار مصرف روزانه کالری رو تغییر بدن. این یعنی همون 1940 کیلو کالری که مصرف روزانه یک خانومه میتونه جوابگوی مواد مورد نیاز بدن جنین و مادر رو بده. اما در 3 ماه آخر دوران بارداری مادر را لازمه 200 کالری در یک وعده غذایی به مصرف روزانهشون اضافه کنن و اصلا لازم نیست این وعده غذایی یک وعده غذایی سنگین باشه. میتونه سالاد میوه یا سبزیجات باشه. و در دوران شیردهی مادران لازمه تا سقف 600 کالری به مصرف روزانهشون اضافه کنن و سعی کنن از نون سبوسدار، غلات کامل، سبزیجات، میوه‌جات و شیرهای کم چرب و پروتئین‌ها استفاده کنن و تا جای ممکن از خوردن مواد قندی ناسالم و شکلات‌ها و بیسکویت‌ها اجتناب کنن. با ما همراه باشید، برمیگردیم. آیا خوردن برنج باعث افزایش چربی شکمی میشه؟ مطمئنم این سوال شما هم هست. جالبه بدونید بعد از خوردن غذاهای مانند برنج سفید و نون سفید بلافاصله سطح قند خون بالا میره و خوردن غذاهای حاوی کربوهیدرات تصفیه شده ترشح انسولین رو افزایش میده و انسولین ذخیره سازی گلوکز و چربی رو بالا میبره. از این رو استفاده از برنامه غذایی که سرشار از کربوهیدرات تصفیه شده باشه باعث افزایش ذخیره چربی در بدن میشه. برای مثال اگه شما یه بشقاب برنج سفید بخورید و پشت کامپیوتر بشینید، بدنتون دچار کمبود گلوکوز نخواهد شد و در این چنین شرایطی گلوکوز برای ذخیره سازی وارد سلولهای عضله میشه و به عنوان چربی ذخیره میشه. در تحقیقی که روی 3000 زن و مرد انجام شده، نحوه توزیع چربی بررسی شده و به این نتیجه رسیدن افرادی که بیشتر از 3 وعده از غلات کامل استفاده می‌کنند و تنها کمتر از 1 وعده از کربوهیدرات تصفیه شده مثل برنج سفید مصرف می‌کنند، به طور قابل ملاحظه چربی شکمی کمتری دارند نسبت به افرادی که از کربوهیدرات‌های تصفیه شده بیشتر استفاده می‌کنند. از این رو خوردن غلات کامل به جای کربوهیدرات تصفیه شده توصیه میشه. همچنین در سال 2010 تحقیق انجام شده که نشون میده جایگزین کردن برنج قهوه‌ای به جای برنج سفید میتونه خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو کاهش بده و به تنظیم وزن هم کمک بکنه. چون بعد از خوردن برنج قهوه‌ای انسولین کمتری ترشح میشه که خطر ابتلا به دیابت نوع 2 رو کاهش میده.
اما لازم به ذکر این نکته هم بگم فواید برنج قهوه‌ای به این معنا نیست که افرادی که دارای دیابت هستن با خیال راحت روزی 3 وعده برنج قهوه‌ای میل کنن. با ما همراه باشید، برمیگردیم. در این بخش میخوایم بهتون بگیم چطور میتونید بهترین میوه رو انتخاب کنید. اولین میوه هلوه. به نقاط تیره رنگ روی هلو دقت کنید. این میوه ها قند بیشتری دارن، در نتیجه رسیده ترن. دومی میوه آووکادوه. به محلی که آووکادو از ساقه جدا شده نگاه کنید. باید قهوه رنگ باشه. این به ما نشون میده که آووکادوی رسیده داریم. سومی میوه انبه است. همیشه رنگ میوه نمیتونه نشونه رسیدگی اون باشه. آووکادوهای رسیده همواره بوی معطری دارن. و اما هندوانه که یکی از میوه های شب یلداست. اونهایی رو انتخاب کنید که پوست متراکمی دارن و اون رو پیش گوش خودتون بگیرید و به اون ضربه بزنید. باید صدای طبل بده. از این میوه‌ها که بگذریم میرسیم به سیب که یکی از زیباترین سینهای سفره هفت سینه. صرف نظر از رنگ سیب باید پوستش روشن‌تر باشه و بدون هیچ گونه زدگی باشه. و اما طالبی، دنبال طالبی‌های سبز نگردید. نزدیک محل ساقه رو فشار بدید تا از نرمی اون مطمئن بشید. و آخرین میوه چیزی نیست جز پرتقال. پرتقال های سنگین تر آبدارتر هستن. پرتقال رو فشار بدید و مطمئن شید که میوه از داخل از پوست جدا نشده. نقاط تیره و روشن روی پرتقال نشونه آسیب اون در حمل و نقله. جایی نرید، برمیگردیم. مبارزه علیه چاقی برای بسیاری از افراد چاق که به شدت کالری دریافتی خودشون رو محدود میکنن میتونه به یک چرخه معیوب تبدیل بشه و حالت یویو شکلی رو تجربه کنن. این یعنی برای مدت کوتاهی وزن خودشون رو پایین بیارن و دوباره وزنشون بالا بره. درست مثل حرکات یویو بارها و بارها تکرار بشه. این کاهش و افزایش میتونه تغییراتی در کاهش سوخت و ساز بدن بده و همچنین تغییراتی در بافت عضلانی و چربی بدن ایجاد کنه. این تغییرات در بافت چربی افزایشی و در بافت عضلانی کاهشیه. از این رو تا زمانی که حواسمون به خوردنمون نباشه و کالری دریافتی و مصرفیمون به یک اندازه باشه، حتی اگر به شدت هم ورزش کنیم نمیتونیم 1 گرم وزن کم کنیم. و از طرف دیگه خوردن غذاهای ناسالم و تلقلات فقط میتونه ورزش کردنمون رو سخت‌تر کنه. پس توصیه شده این غذاها رو کنار بذاریم و به سمت پروتئین ها و سبزیجات و میوه ها و غلات کامل بریم. یه بخش کوتاهی رو با هم میبینیم و برمیگردیم. در این بخش میخوایم چند تا راهکار ساده برای داشتن زندگی سالم بیان کنیم. اولین نکته اینه که سرخیز باشیم. یکی از مهمترین راهکارهای داشتن زندگی سالم سرخیز بودنه. اگه یه نگاهی به اطرافیان خودمون بکنیم میبینیم افرادی که سرخیزن هم بدنهای سالمتری دارن و هم اندامهای زیباتر. ولی افرادی که تا دیر وقت بیدارن و صبح هم تا دیر وقت میخوابن یا اضافه وزن دارن یا مریضن. پس سعی کنیم 7 تا 8 ساعت خواب کافی در شب داشته باشیم. غذای 1 هفتهمون رو برنامه ریزی کنیم و لیست خرید هفتگی تهیه کنیم و از روز قبل غذامون رو آماده کنیم تا از بی‌غذایی به فست فود مراجعه نکنیم. روزی 3 لیتر آب بنوشیم و اگر آب خالی دوست نداریم دیتاکس واتر درست کنیم و اون رو تا شب بنوشیم. از خوردن شیرینی‌جات و تنقلات خودداری کنیم و روز 1 دونه سیب، بری و سبزیجات رو جایگزین اون بکنیم.
سه فنجون بیشتر قهوه در روز ننوشیم و چای سبز رو جایگزین نوشیدنی های غیر سالم کنیم و در آخر حداقل روزی نیم ساعت پیاده روی و ورزش داشته باشیم و همچنین بیایم حجم غذامون رو کمتر و وعده های اون رو بیشتر کنیم. جای نرید، برمیگردیم. برنامه این هفتمون هم به پایان رسید. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. یادتون نره ما مثل هر هفته منتظر نظرات و انتقادات شما بر روی صفحه فیسبوک و وبسایت شبکه دریملند هستیم. تنتون سالم، زندگیتون شیرین و سفره‌هاتون رنگین‌تر از زیباترین رنگین کمان‌ها. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، بدرود.